سلام افاق، چطوری؟ من سوی زیرو هم. خیلی خیلی خوش اومدید به پارت 8 مسئله لیگ بایر لورکوزن از بازی PS 2021. ولی خب قبلش اگه کانال سابسکرایب نکردین، همین الان سریع به این پایین کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، لایک و کامنت هم که فراموش نشه مثل همیشه من انرژی بدید. دمتون خیلی خیلی گرمه. پیج اینستاگرام میاد بالا، اگه فالو نکردین بپرین سریع بریم فالو کنید. همین، بدون معطلی بریم سراغ بازی. اوکی، پارت قبلی خیلی خوب بود. ترجیحم اینه که دیگه یه سری بازی ها رو اسکیپ کنم و بازی مهم فقط داشته باشیم که پارت های مسئله طولانی نشه. خیلی اسکوتینگ باز دوتا بازیکن پیشنهاد کرده، کلن پیشنهاداش فوق‌العاده بوده تا اینجای کار. اسکوتینگ ببینید الان کیو پیشنهاد میکنه بهمون. اسکوتینگ دو نفر، آلاریو رو با مونتری فکر کنم قیمت رو برده بودیم بالا، ببینیم چیجور شده. آگزبورگ هم به ما پیشنهاد کار داده. اوکی، بریم فعلا اسکوتینگ رو ببینیم. پارت قبلی که دوستان ولاهوویچ رو پیشنهاد داد، این پارت اینش که جذاب نیست. اینجا کیو پیشنهاد داده؟ بریم اینجا، اینو پیشنهاد داده 24 ساله. چقدر خوشگله، ولی 24 ساله هفته اون اصلا به دردم نمیخوره. قیمتش چجوریه؟ نه این به دردم نمیخوره. این سری اسکوتینگاش اسکوتینگای جذابی نبود انصافا. اوکی، آلاریو این قیمت چجوری شد؟ 21 میلیون خوبه انصافا دیگه، انصافا راضی کننده است. آلاریو میدیم میره، چون دیگه دوستان ولاهوویچ داریم روی تو دستمون که بگیریمش. نیدیم امیری هم هست. حالا اینا باید نگه نیم فصل دوم ببینیم چی جوری میشه. هرادسکی احتمالا نگه دارم، چون پول زیادی ازش بهم نمیرسه و دروازه خوبی هم هست انصافا. حالا خب بریم یه دسته چی میگن تقویم رو ببینیم. بازی با آگزبورگ که رد میکنم، بازی با کلن هم شاید رد کنم، با اشتودگاه این ستا بازی رد کنم و برسم به بازی با فامالیکاو، بازی با بورسیا دورتموند. این منطقیه. توی این اسکیپ هم شاید ما بازی از دست بدیم، امتیاز از دست بدیم، ممکنه همه چی. بله بازی اول 1-1 با آگزبورگ مساوی شد، ولی هنوز صدر جدول داریم. دورتموند باید چسبید بهمون، کار یه خورده سخت شد. همین اسکیپ شاید کار رو برای من سخت کنه، ولی اسکیپ میکنم ببینیم به کجا میرسه و برسیم بازی مهم فقط داشته باشیم. میخوام این مسئله که خیلی طولانی نشه، یه مسئله که خفن با نیوکاسل شروع کنم بعد از این. دقیقا این واقعیتش، همه بودجه رو هایی میذارم، یه چیز خفنی تیم رویایی میخوام با نیوکاسل بسازم. خب نه، میگه شما بازی قبلی نتوستین ببرین، نگران دربی نیستین؟ نه نگران نیستین. کلن دربی بود هان، کلن رو بازی میکنم چون دربی بود. دربی خیلی مهمه، نمیدونم ریسک کنم دربی هم رد کنم. اسکوتی اوه میسن نورد رو پیشنهاد کرد. نایس خوبه. ندیم امیری هم بدم بره پول خوبی به میرسه با گرفتن میسن مونت. نایس، این خیلی خوب بود. ببینم با چه قیمتی میتونم بخرم. 37 میلیون خوبه، کمتر یه خورده ریسکی میشه. 4 میلیون دیگه اونقدر ارزش نداره. اینم هم همچین پیشنهادی به نظرم قبول کنه، بعید میدم رد کنه، ولی خیلی چیزا خفنی. اینو قبول کنه میسن مونت، ندیم امیری هم میدم میره. وای الان چی کنم؟ آندریخ هم پیشنهاد داده بودم فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. ببینیم پیشنهاد اون چی جوریه داداش. آه خیلی پیشنهاده کم و سر گردنه ای چی میگم، مارکت ولیش 25 میلیون 14 میلیون پیشنهاد داده بودن. خدایا نوکرتم کلا از دست دادم این بازیشو. باز مساوی شد، شت. و صد جدال از دست دادیم. دوتا بازی اسکیپ کردیم، دوتا مساوی. این اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست. ریس کردیم دیگه. اسکوتینگ باز دوتا بازیکن پیشنهاد کرده. میسن مونت هم قبول کردن، یه 3 میلیون 4 میلیون بردم بالا. اوکیه. سباستیان جووینکو هم لقب ویزارد بهش دادم. بریم ببینیم اسکوتینگ باز کیو پیشنهاد کرده. دنی اولمو رو پیشنهاد کرده که اینم باز پیشنهاد نسبتاً خوبیه. بذار ببینم با چه قیمتی دنی اولمو میتونم بگیرم. من دنی اولمو روی این 18 میلیون ریسک میکنم. اینم اینطوری، چون اونقدی براش چی میگن دست و با قرار نیست بشکنم.
این ور یه هندرسون پیشنهاد کردن 24 ساله 80 باز بهترین دروازه‌بان سوم یا دوم منچستر حساب میشه که باز این همون چیزی که من میخوام نیست. اون چیزی که من میخوام نیست. با چه قیمتی میتونم بگیرمش؟ 11 میلیون. نه اینو فعلا نگه میداریم، فعلا پیشنهادی نمیدیم. شاید اسکودین بازیکن بهتری به اون پیشنهاد کنه. آدر تیمز الان فعلا میسن مونتو داریم، دوستان ولاهوویچ، که میسن مونتو همین الان نهاییش میکنم چون اونقدر تصمیم درستی هست، اونقدر گزینه مناسبی هست که اصلا نخوام سب کنم براش. ندیم امیری هم بدم بره، پیشنهاد خوبی دادن انصافا. ندیم امیری هم میدم میره، راضیم، کاملا راضیم. بریم بازی سوم هم اسکیپ کنیم، بازی با اشتوتگارد اینو ببریم دیگه. ناموسن اینم مساوی شد. دهنت سرویس، وای دهنت، خداشو حالا دورتموند هم امتیاز دست داد، ولی از صد جدول فاصله گرفتم دیگه، صد جدول بودم الان دو امتیاز افتادم عقب. بازی سخت هم دارم، بازی با دورتموند، بازی با فامیلیکاو. شت، چقدر اسکیپای بدی بود این پارت، فقط سه تا مساوی، خیلی بد بود. دنیل مام قبول کرد ولی 23 میلیون خیلی، اصلا عمرن قبول نمی‌کنمش. فران تورس رو پیشنهاد کرد، چقدر خوب شده اسکوتین، چقدر بازی خوبی داره پیشنهاد می‌کنه. فران تورس بیا ببینم، اینم انصافا خیلی خوبه. اینم اول مارکت ولیش چنده؟ 5 میلیون، خیلی خوبه فران تورس. 25 میلیون اینجوری، این خیلی خوبه. بعد دنیل مون رد میکنم، دنیل مون نیاز ندارم. اون میخواستم اگه 17 میلیون قبول میکرد اوکی بود، ولی 23 میلیون اصلا. چند سالش هست؟ 23 سالش هم هست. برو دنبال زندگی دنی جان، برو خوش بگذر. اوکی اوکی اوکی، برسیم به بازی با فامیلی کاو بالاخره، بعد از سه تا اسکیپ و سه تا مساوی رومخ برسیم به بازی حساس لیگ اروپا. دیابی بره بیرون، پالینیا بید این ور، بلعربی بیاد. او بلعربی هم نداریم، سباستین جووینکو رو میذارم اینجا. اوکی تو بره بیرون، ندیم امیری بیاد تو، ویرتس هم حتی بره بیرون، دمیربای بیاد تو، فوسومنسا بیاد به جای مونتیل. تاپ سوار استراد میدم من، چون بازی بعدی بازی مهمیه، بازی که نمیتونم ریسک کنم. حتی اینجا پاکرم بره بیرون، رادتسکی بره بیرون، لونف بیاد تو. لونف کسی دیگه ای داری؟ نه همین لونف بیاد تو دیگه. آلاریو بره بیرون، پاتیک شیک بیاد تو، بعد حتی آندریخ هم میارم الان به جای این پسره خابی مارتینز. خوبه تو چی جوریه دی ام اف؟ نه همین جای مارتینز اوکیه. میمونه فقط الان سه تا بازی کنی که تازه نفس نتوستم کنم، سباستین جووینکو، پاولینیو، جناتان تا، که اوکیه هن. اینا همشون جایگزین دارن به غیر جناتان تا، اوکیه، مشکلی نیست. کاپیتان هم میکنیم، کی مثلا خدا رو خوش بیاد کاپیتان میکنم، پاتریک شیک، نه آندریخ میکنم کاپیتان، کی به کیه. بریم برسیم به بازی با فامیلیکاو، این بازی رو ببرم صدیم تقریبا حتمی میشه، تقریبا که کاملا حتمی میشه. خب کنم یه سیدیوم، بایر لورکوزن میزبان فامیلیکاوه. اولین باخت لیگ اروپا جلوی فامیلیکاو، بعدم باختم با اختلاف باختم نخیر اشتباه نکنم، ولی فعلا صد جدول رو دارم و با این برد دیگه میتونم صد نشینیمو تثبیت کنم. دمیر بای برای ندیم امیری، فوسومنسا و توپی که نش نمیرسه. فعلا فامیلیکاو تو امر دفاع خوب کار کرده، نذاشته من حمله ای داشته باشم، دفاعی هم کار کردن. من پس مجبورم یه لول هجومی کنم، خوب بگیرم و بریم سراغ یه لول هجومی کردن. وای موقعیت خطرناک. بله برای فامیلیکا به دست اومد که خدا رو شکر، نه کورنری شد نه گلی شد، هیچی. شروع کن لول هم که هجومی کردیم، پاس دقت پاس 90-81 به نفع من بوده فعلا، ولی خب کار خاصی نتونستم انجام بدم تا اینجای کار.
مسومنسا پاس برای سباستین جووینگ رو میرسه بهش یا نه که نه و توپو برگشت دادن هر تا بای بای لیورکوزن خدا رو شکر تر نزد اونجا فوسومنسا الان خیلی گند زدم من میخواستم پاس پشت پا بده ولی خیلی جذاب گند زد به موقعیت اینجا هم توپو برگردون به من میدونست حق نبوده این پرتاب توپو تقدیم هم کرد جووینکو و گل اول ولی کلا پاسکاری قشنگ گل قشنگ بود پاسکاری رو دوست داشتم اینجا استوب خوب پاس تو اون و ضربه بیرون پای خوشگل از سباستین جووینکو گل اول برای بایر لورکوزن بعد از سه تا مساوی این برد میچسبه مثلا این بازی بعدی جلوی دورتموند هم ببرم دیگه خیلی بیشتر میچسبه جووینکو من نذاشتم پاسو بدم با سوتی پاتریک شیک و نشد که بشه احتمال زیاد ولاهوویچ رو بخرم دیگه فیکسم ولاهوویچ و پاتریک شیک میشه ذخیره الان هم پاتریک شیک ذخیره بود از آلاریو فیکسم بود چقدر بازی بیجونی بود دوتا دفاع خوب کار کردم بازی میشه مرکز زمین بود کلن هر تیم یه دونه موقعیت داشت که موقعیت من به گل تبدیل شد موقعیت فاملیکا هم خطرناک بود ولی گل نشد خصوص منزا شروع کننده بازی جاناتان تا آندیخ ندیم امیری خصوص منزا از سمت راست یه حمله رو داره تهدید میده نمیرسه ولی به ندیم امیری و سباس جووینکو صاحب توپ میشد خطا به نفع وات فاز اینجا من داشتم توپو میگرفتم این بده اون پای منو زد خطا به نفع اونا شد عالی بود داوری فوق‌العاده بود این صحنه مارکوس پاولو هم رفت بیرون و بانز آمد به بازی برای فامیلی کاو خیلی خطا عجیب غریب بود هر جوری حساب میگه خطا به نفع من میشه اگه قرار بود خطایی گرفته بشه پپه رودریگز پاس به تاوارز مرسی خط دفاع عالی سباستین جووینکو چرا اینقدر گاوی؟ چیکار کردم من تو این صحنه عالی بود باش سوتی میداد و نشد ولی دقیقه 64 بازی یکیش جلو هم مساوی هم تمومه برای من ولی ببرم دیگه خیالم کامل راحت بازی بعدی ببازم هم صد نشینه سوق تعویض پاتیکشیک بری بیرون آلاریو بیاد تو نه تو باش تو بازی پاتیکشیک جان جووینکو بره بیرون بلعربی بیاد تو فوسومنسا بره بیرون مونتیل بیاد تو یا کاسونو بیاد تو شما تو هم باش یه دن تعویض دیگه هم دارم و آلاریو رو میارم به جای پاتریک اوکیه بلاربی پاولینیو ندیم امیری و ضربه ندیم امیری چه گلی گل دوم ای بایر لورکوزن و تیر خلاص و پیکره بی جان پاملیکو حرکت قشنگ بود چرخش ضربه پای چپ و گل دوم ندیم امیری که دیگه فروخته شد و تقریبا چه گفتی که آخرین بازیاشو داره بره بایر لورکوزن انجام میده آخرین بازی که نه هنوز یه 7-8 بازی مونده از نیم فصل به حال دیگه آخرین نیم فصل دیگه که تو بایر لورکوزن هستش خیلی اسکوتینگ بازی که خوبی پیشنهاد کرد این پارت قبلی دوستان ولاهوویچ رو پیشنهاد کرد این پارت میسن گرین وود رو پیشنهاد کرد دوتا پارت قبلی گرین وود رو پیشنهاد کرد که حالا گرین وود داستان پیش اومده باش تو واقعیت ولی حالا تو بازی که داستان پیش نیومده بس میتونیم داشته باشیمش واسه خوب آلاریو و چقدر لفت داد چقدر لفت داد تا ضربه رو بزنه بلعربی و
گل سوم آلاریا اونجا نزد، اینجا تموم کرد. اگه سه هیچ باخت خدا بس دیگه باشم بازی رفت و بازی برگشت سه هیچ بردم تا کامل بازی رو در رو برابر بشه. با یه قدرت خوب صدرنشینی رو تثبیت کردیم. تموم پایان بازی، بله هم صعود هم صدرنشینی همه چی قطعی شد. برد خوب تو خونه خودم، خیلی موقعیت نداشتم ولی از موقعیتم استفاده کردم، این خوب بود. ندیم امیری هم شو ستای بازی با اون گل فوق‌العاده‌ای هم که زد، تیمم چقدر خوب بوده. فقط از بازیکن اصلی و ذخیره یه دونه کاسونو شد 5، بقیه همه بالای 6. عالی کار کردم. خب ببین جدول خودمون رو ببینیم. بله 12 امتیازه، فامیلیکا 7، فاینور 4، موناکو هم 4. عجیبه این جدول، ما که سودمون حتی شو به ما صد نشین، ولی تیم دوم معلوم نیست. حتی موناکو هم شانس صعود داره. هفته آخر خیلی هفته جزایی میتونه باشه. بریم برسیم به بازی با بورسیا دورتموند، بازی حساس لیگ. 3 تا بازی مساوی کردم تو لیگ، یه برد میتونه روحیه بده بهم. باز اسکوتینگ مسلیه رو از لیدز یونایتد پیشنهاد کرده. فران تورس هم اوکی بوده، 5 میلیون برده بالا، ولی اوکی. اینم که هیچی، فعلا فران تورس هم نگه میدارم. بازیکن بهتر از فران تورس ممکنه به اون پیشنهاد کنه، فعلا نگهش میداریم. الان گرین وود یا این، قطعا فران تورس بدون شک. پس میسن گرین وود رو رد میکنم بره. فران تورس خیلی بهتر از گرین ووده از همه نظر، یه سالم کوچیک بزرگتره دیگه. گرین وود جان ارزشش چجوریه؟ مارکت ولیوشون چجوریه؟ این 50 اونم 50. حالا فعلا جفتتون باشین، عجله نداریم، فعلا باشیم. اسکوتینگ ببینیم پیشنهادی که داده چجوریه. مسلیر 77، 21 ساله. این که 21 ساله است بد نیست، ولی ضعیفه، نسبتا ضعیفه. 77 نمیدونم، فعلا عجله نمیکنم برای دروازه‌بان. اینورم که اوکیه. بریم برسیم به بازی جذاب حساس و خفن با دورتموند. اون ارلینگ هالندش خطرناکه. وای دیابی فرمش پایینه، ولی مجبورم نگهشم. بلعربی خوبه، بعد جیوبینکا هم بره بیرون و ندیم امیری رو باز بازی میدم. این بازی جناتان تا هم باشه یا کاسانو رو بیارم جاش؟ جناتان تا خیلی بهتره. حالا جناتان تا شما باش، دیابی هم باشه، رادتکی هم باشه. بازی حساسیه، نمیتونم ریسک کنم. بیرون پاتیشیکو دارم، جیوبینکا رو دارم، پاولینیو، دمیربای، کاسونو، فوسومنسا، اینا رو دارم. خوبه، فرم پایین دیابی بده، داره اذیتم میکنه. اونا هم خستن، پاولینیو که خیلی خسته است. جووینکو رو شاید بتونم تحمل کنم، ولی ترجیح میدم فعلا دیابی باشه. ببینیم نیمه دوم به کجا میرسیم. بریم بازی اول ترکیب دورتموند ببینم. هالند، رویز، جولیان برند، داوود، گویررو، ویتسل، اشملزر، هوملز، امره جان و مونیه رو دروازه‌بان که بورکی ترکیب اصلی اومده به بازی، یعنی یه دونه هم جان انداخته دهن سرویس. بریم به بازی ببینیم چجوری میشه داستان دیگه. اوکی مهمان دورتموند، بازی حساس. دورتموند تو دور خوبی قرار گرفته، من تو لیگ خوب نتیجه نگرفتم. البته اگه اسکیپ میکردم خیلی نتیجه بهتری میتونستم بگیرم، ولی ترجیح دادم که ریسک کنم و اسکیپ کنم. بازم ریسک خواهم کرد تا بازی مهم فقط با هم دیگه داشته باشیم. آی داوود برای مارکو رویز، پاس بلند ایرلینگ هالند که نمیرسه و تاپسو با توپو دور میکنه. آمی مارتینز، مونتیل و ندیم امیری نتونست نفوذ کنه. پرتاب برای بایر لورکوزن، ندیم امیری، ویرتز، خود ویرتز،
he'll be looking to Fabi Martinez. Assert a physical authority on this game, so yeah, he can be a Montiel. Okay, interesting. Guerrero. ببین چقدر دفاعشون زیاده، یه لول دفاعی هم هستن، کارو بدتر میکنه. وای چقدر کشکی تو افتاد جلوی پای دیابی و چقدر بد کار کردن، عجله کردن، مثلا انگار خودم هم هول کردم. خیلی کشکی بود، خیلی کشکی بود. کورنر برای دورت، برای لورکوزن. با باکر میکشم. کی به کیه؟ ای رومن بورکی راحت تو جم کرد. قدیم امیری، مونتیه، بلارابی، دیابی و گل اول دیابی. اونجا گل نزد، اینجا چه گلی زد دیابی. راضی بودم از نگه داشتن دیابی، عجب گلی، پاسگلی خوشگل بازیکن لورکوزن به گل اول خط شد. ضربه عالی بود، عالی بود. این گل میتونه بازی جذاب تر کنه. دورتموند لاک دفاع در میاد که در اومد و میتونه بازی قشنگ تر بشه. جولیان برند، خود برند از سمت چپ، صاحب توپ، کورنر، نزار بره ایلند. چی گفتم؟ اومدم بگم دهن سرویس و بین دهن سرویس لعنتی گیر کردم، شدم لحن سرویس یه هم چیزی. آی 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 آفرین آفرین آفرین. زده حمله است، زده حمله است. دیابی گن زدم بسه بلند و گویره رو صاحب تو. جولیان برند، مارکو رویز، خب ارلینگ هالند و مرسی هرادتسکی. هالنده ترسناک و خطرناکه. چی میشد اگه مثلا هالند رو به من پیشنهاد میکرد اسکوتین؟ هالندی حالا بازیکن بهتری، ولاویچ خوبه ها، ولی هالند چیز دیگریه. کورنر مفت، کورنر مفت برای دورتموند. کوتاه کار میکنه جولیان برانت. اوه چه خوب رد کرد. مرسی تک، مرسی تک ویتسر، مرسی توپ دوزی از خاوی مارتینز. حالا موقعیت از زده، این دیگه زده حمله است. چقدر خوب داره میره جلو خاوی مارتینز. سرعتش خیلی کمتر از این حرفا بود. خود خاوی مارتینز دیگه خیلی تمر کردن باشتن، داره میره جلو، دیگه خیلی تمر کردن. بلعربی استوب خوب نبود و مات هوملز توپ دور کرد. دیابی و توپی که اگه میرسید به آلاریو میتونستیم گل دوم ببینیم، نشد. ولی بلعربی، مونتیل، خود مونتیل صاحب توپ و گل دوم آلاریو. سانتر خوب مونتیل واپس این ثانیه‌ای نیمه اول تبدیل به گل دوم لورکوزن توسط آلاریو شد. عالی. نیمه اولم تمام، 2-0 بردیم، بازی دست من بود کامل. مالکیت 67-33، عملا دورتموند نتونست نفسی بکشه. یه دونه موقعیت خطرناک داشت هوملز، میگم هوملز چیز هالند، ولی اتفاق خاصی هم نیفتاد. خدا آلاریو، آلاریو و وای که یه قدم کم آورد بلعربی. جولیان برند پاسش خوب نیست و به دورتموند، به دورتموند نمیرسه، هالند نمیرسه. چقدر توپق دارم میزنم. آلاریو و ضربه آلاریو رو بورکی به کورنر میفرسته. بازی قشنگ بوده، خودم راضی بودم بازی. باکر جا به کورنر رو بکش، کورنر اوله که خیلی خوب نکشه، البته خیلی تو کشیدم، اینجا میخوام یه خورده بیرونتر بکشم. این بار بهتر و گویررو رو فکر کنم رو خط در آورد. گل سوم داشتیم میدیدیم، نشد متاسفانه. تربیت هاوی مارتینز. اوه شانس آورم کسی توپو ور نداشت بره جلو. دیابی، سپاکه توپو انداز جلو،
و خطا، یه لحظه پا رو بردم بالا، جهت بالا رو دادم، همون باعث شد که توپو نزنه، پا رو بزنه. جای خوبی هم هست، میتونه ممکنه به گل تبدیل شه. هم یه زب بزنم، کی به کیه، هم یه زب بزنم. بعدم نبود، بعدم نبود و رومن بورکی خیلی خوب زدم، ولی فاصله زیادتر از چیزی بود که فکر میکردم. ندیم امیری پشت توپ و کورنر بعدی، بریم سراغ تعویض. دقیقه 73 بریم سراغ تعویض. مونتیل بره بیرون، نه فعلا بذار نفس دارن، بذار چند دقیقه بعد تعویض میکنم. تا ته پر میکنم. گل به خودی زیبا، جذاب، خواستنی از امره جان، دمت گرم، عالی بود، گل زیبا، جذاب، خواستنی، خیلی خوشگل بود گل، قشنگ خودت صورتش رفت تو گل، دوست داشتم این گلی که زدم، خیلی دوست داشتم. دورتموند دارم تحقیر میکنم تو خونه خودش و خیلی جذابه، خیلی جذاب. مارکو رویس چه ضربه سری زد، وای وای، دروازه خالی چجوری زد تو اوت، چجوری زد تو اوت مارکو رویس، دمت گرم، جبران کنم برد. مونتیل شما برو بیرون دیگه، راستونو بیاد تو، تو هم برو بیرون، فوسو منزا بیاد تو، جووینکا یا پاولینیو یا دمیربای، حتی تو برو اینور ندیم جان، تو بیا اینجا، دمیربای بیاد جات، این به نظرم حرکت بهتری. مالکت 63 بسیار هنوز به نفع منه، واقعا نذاشم دورتون کاری کنه، کلا همیشه همین، من جلوی تیمایی که قوی ترن خیلی بهتر کار میکنم تا یه تیمی که ضعیفه. مثلا جلوی چی میگن پسره هرتا برلین سه تا خوردم دوتا پارت قبلی، الان دورتموند دادم سه تا میزنم، دورتموندی که قطعا از هرتا بهتره. وای داشتیم میفتیم اگه گل چهارم نشد زده حمله دورتموند، وای زیادن زیادن، خیلی زیادن، خداشو رویست کم آورده بود، اگه تازه نفس بود گلو خورده بودم احتمالا. خیلی پرس از جلوشون زیاد شده، مرسی رادتسکی، توپ دارن نگه میدارن، مالکیت توپ دارن، فاصله شو کم میکنن، این اصلا دوست ندارم، یعنی از 4-5 دقیقه من نتونستم کاری انجام بدم، توپو بگیرم حتی. ای توپ گیری کرد اونجا، توپو میگرفتم تموم بود. زده حمله است، زده حمله است، آفساید شد ولی کجا، شست پاش تو آفساید بود؟ بله شست پاش تو آفساید بود، خیلی بد بود آفسایده، البته که پاسه هم خوب نبود، یعنی اونجوری که میخواستم پاسه نرفت، ولی به هر حال تمام تمام بردیم، سه تا گل هم زدیم، گل هم نخوردیم، کلینشیت قشنگ، دوتا برده، سه هیچ داشتیم پشت سر هم. مالکیتو ولی میگم مالکیتو 60-40 موند، خوبه، راضیم دورتموند رو نذاشم تو خونه خودش نفس بکش. دیابیشو ستاره بازی، بلعربی 7، آلاریم 7.5، همه تیم باز خوب بود به غیر از باکر شد 5.5. باز توی تعویضیا و بازیکن اصلیا کلا یه دونه زیر 6 داشتم، این نشون میده که دارم خوب کار میکنم با همه بازیکنا. بریم ببینیم جدول چه جوری شد. بایرن و صدر جدول 26 امتیازه، ما با 25 پشت سرشیم، وولفسبورگ 24، دورتموند 22، مونشنگلادبا 23، دیگه همه خوبا تقریبا میشه گفت چیده شدن بالای جدول. هرتا برلینی که صد بالای جدول بود الان رفته رتبه 11 با 15 امتیاز. اینجوریه دیگه، بعضی وقتا اینجوری میشه. بریم بهترین بازیکن جهان کی شد؟ احتمالا مسی شده باشه، احتمالا مسی، آره،
اصولا کلا فصل اول چون مسی بیشترین اوور ریتینگ بازی داره میشه ستاره، میشه بهترین بازیکن جهان و بهترین بازیکن اروپا. بهترین مربی هم شد یورگن کلوپ. تو تیم ما بازیکن نداشتیم. کاسونه یه دونه پیشرفت کرد، بقیه بازیکن حرکت خاصی نداشتن. واسه اینم باز مسیج داشتیم، سریع رفتم بالا. اسکوتینگ تتر رو پیشنهاد داده. تتر دفاراس خوبیه، جوونم هست. این اوکی به نظرم، بذار ببینم چی جوریه داستانش. بیا بیا بیا. آم این قبلا دفاراس بود تتر، نه مثل اینکه اون یکی دیگه بود، یه تتر دیگه بوده. نه دیگه تو به درد من نمیخوری، تو دیگه واقعا به دردم نمیخوری. چی برو یا فرانتورس یا میسن گرین بود. ببینیم تقویم نگاه کنیم بازی بعدی چی جوری میشه. بخومو که رد میکنم، بازی با موناکو رو داریم. البته با بازی موناکو هم میتونم رد کنم چون دیگه صد نشینیمون حتمی شده، اینم میتونم رد کنم. آرمین بیلیفیلد، هوفنهایم، بایر، میتونم همه رد کنم. برسیم به بازی با هوفنهایم و بایر لورکوزن، این ستا رو رد کنم و برسیم به این دوتا بازی. و پنجه نقل و انتقالات هم که باز میشه و پارت بعدیش میشه داستانه نقل و انتقالاتیمون. اوکی رفقا، پرونده پارت میبرم. امیدوارم لذت برده باشی. سه تا بازی اسکیپ کردم، سه تا مساوی گرفتم، بعدش دو تا بازی بازی کردم و دو تا برده سه هیچ خوب. صدشنیمون توی گروهمون توی لیگ اروپا حتمی شد. تو لیگ هم اومدیم دوباره خودمون آوردیم بالا دست جدول، چسبوندی بایر مونیخ تا هنوز امید قهرمانی داشته باشیم. خوب کار کردم انصافا این فصل. این فصل دوباره که خریده خیلی خفنی تو راه و میتونی کنیم. این بازی این پارت اسکوتینگ هم میسنگ مونتو پیشنهاد کرد که خیلی خوبه. افقا پرونده پاتو میبندم، ولی قبلش اگه کانال سابسکرایب نکنین سری به این کانال سابسکرایب کنین. اگه ساب کنین چک کنین سابتو نپریده باشه. لایک و کامنت هم فراموش نشه مثل همیشه. من انرژی بدید، دمتون خیلی خیلی گرمه. ویدیو بعدی حتما منو دنبال کنید. برو برید.